پیچم شدی ما ترسک سر جالیزت میکنم. خیال نکنه سی روز خدا همین آشه و همین کاس عیف حسابش یه که این دوم تکون میده تو چی؟ شنافته که بوی کباب میاد اما نمیدونه که دارن خر داغ میکنن بیا قربون دستت برم عجب خربیزه ایه خب، کجا بس را؟ نشونش تو کیسه تو تونم علاق اینا هم بخون ببینیم کجا باید بریم دا چه؟ ما یه مادر مرده که باز بریم پتل پو کجا؟ قصر پرنس علی ممکن است حضرت پرنس علت مسافرتشون رو به ایران بفرماین؟ تصور میکنم بیشتر به خاطر استراحت بله حضرت پرنس زبان فارسی رو در کجا یاد گرفتن؟ در ایران آین منشی حضرت پرنس به سوالات شما جواب بده بفرمایید
خواهش میکنم اجازه بدید. لطفاً به سوالات ما جواب بدید. ممکنه قصد حضرت پرنس رو از مسافرت به دور دنیا توضیح بدید؟ علت این مسافرت شناساندن کشور نو استقلال یافته بیانکا به جهانیان است. آیا به همین منظور به ایران تشریف آوردن؟ البته، ولی بیشتر برای تجدید خاطرات گذشته. خاطرات گذشته؟ بله، چون حضرت پرنس پیش از استقلال کشور بیانکا مدت 10 سال به اتفاق عموی گرامشان و ما در ایران بودند. بنابراین تعجب آور نیست که ایشان به زبان و خصوصیات مردم ایران این چنین تسلط دارند. ارزش پرنس برای من فقط بستگی به اون الماس داره. امیدوارم حضرت پرنس رو برای ما در ایران به جا بگذاره. آخه این بیچاره ها منتظر تسکیه. ای جلو دمو میگیرن. کجا ای بحب راستمه. ای بینه بارا کجا بس خالی کرد. بری کنار اینا چه هم اگر خیون شدن. حالا کفتر بازم شدن. بابا بیم های فکر نکنین جواب ترکیم رو بدین. ترکیم ارز کردم. کجایی افتن؟ یه جاهای خوب خوش خوش آقا بیرون چه اینجا هسته دیچی بشن؟ ماما بایده ما آمدین اینجا چه افتن؟ نه پیوه بیاییم ماما بایده بردم از دست این افتن چی کردی؟ باید از موقعیت داخلی قصر اطلاعاتی به دست بیاریم. مشکل رئیس خفه هیچ کاری مشکل نیست. وقتی کارت خبرنگاری به دست بیاری کی به تو مظلوم میشه؟ هیچ کس. حضرت پرنس علی، برای این جانب نهایت افتخار است که ورود پرنس والا مقام را به این قصر خیر مقدم عرض کنم. همه ما آرزومند هستیم که ایام اقامت حضرت پرنس در اینجا به ایشان خوش بگذرد. متشکریم. آقای منیر وابسته بازرگانی و بانو منیر، آقای نواری سفیر حسن نیت و بانو، آقای فرمان بانو فرمان مخبر مجله بیانکای نو و بانو، آقای نه و بانو نه، آقای رؤوف نژاد و بانو، آقای بیژن و بانو. آقای بیژن یکی از موسیقیدانان برجسته ما هستند قربان، که از طرف دولت بیانکا به اینجا دعوت شدند. آقای نباتی حضرت پرنس میخوان استراحت کنن، کسی نباید مزاحم بشه. چون حضرت پرنس به استراحت احتیاج دارن، به طور کلی از پذیرفتن هر کس فقط به خاطر دور بودم از این تشریفات بود. قربان، حضرت پرنس هر کجای دنیا که باشن باز هم حضرت پرنس هستن. ای کاش آدم ساده‌ای بودیم تا از نعمت آزاد گشتن در میان مردم و زندگی بی‌قید و بند آنها برخوردار می شدیم. با اجازه حضرت پرنس برنامه هر روز بی هیچ کم و کاس اجرا می شود. قربان، طبق برنامه ساعت 11 گوش دادن به تاریخ بیانکا، ساعت 11 و ربع صرف انواع مختلف آب میوه، یا نهار روز سه‌شنبه حضرت پرنس 10 عدد بره سرخ کرده که حضرت پرنس فقط می توانند 50 گرم از آن را میل بفرمایید، 5 رقم کباب و 40 که حضرت پرنس از هیچ کدام نباید میل بفرمایند. اینجا هم باز مثل بیانکا؟ اگر نباید میل بکنیم پس به خاطر کی آنها را طبخ کردید؟ سفره پرنس باید همیشه رنگین باشد. سبزی پخته 15 رقم که حضرت پرنس فقط میتوانند 200 گرم از آن میل بفرمایند. سبزی پخته بیزاری، کتلت، کوکو، خوراک بادنجان از هر کدام 10 رقم که حضرت پرنس میتوانند فقط از هیچ کدام میل نداریم. دسر 12 نوع حضرت پرنس، هلو، گلابی، آناناس. متشکرم. کافیست، ادامه ندهید. اینطور قضا خوردن مانند تشریفات بیانکا از زهر حلاحل برای من بدتر است. قربان، وقت تناول قضا میگذرد. حضرت پرنس باید ساعت 9:30 بعد از ظهر طبق برنامه میدانی
بازدید از آثار باستانی، رفتن به اپرا، تعویض لباس، خوردن قرص خواب آور، همش تشریفات، تشریفات. اینا نمیشه. دوخش بیمایه، مثل آب حوزه. چه بیمایه باشه، چه بامایه، ناخونت اکیدم ممنونتم. اگه ممنونمی پا چرا خودت خوردی؟ آدم شکم گنده قانونم بیشتر میخورم. قانون بی قانون، یه انگشتو خوردی، یه پنجولم من میخورم. آقا چایا؟ برای این که اسم من گربه است. چی؟ چی شد؟ نفهمیدم. ترمز ترمز چرا ترمز؟ آشه بابا تحقیق به جایی که بنددم دو من یه تو سطل خواهیم بیا بله خسته بیتا بیشم باز چه شده ساده گربه؟ قانون صافیه خونه رو به هم زده. چاکان چاکان محقول امروز مثل آجوان نهار حسابی ده. بله آکرین برکت این سفره همیشه زیادش کن. آمین. یک، دو، سه. شکر من آرام حیوان عجیبه، واقعا عجیب قریبه. فول بابا فول 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 چیه؟ آخه کله گربه ای بردی؟ خود تو کله سگی بردار. لا لا هلالله من حایمت صفره یه نگه میدم، اگه تو گوش من بزنی گل بهت نمیگه. گل نبگی؟ نه پس نگی کار بکنی فرده بسته بیا بیدون رو هرشه بچه به خدا میگوشم بلشتی بای نفهمی به خدا میگوشم اگه بگیم از دویاسته گوشت بدم هیچ کنه تو دم نمیدیم بایستا اطلاعی دو شاخه گیر کردم بایستا دیگه بیا منو بگیم آفتو خدا رو دارشو به دل من بزیم بایستا بایستا بگیریم سه جالبیه، متشکرم. خوب از اخته مأموریت برامدی، به این ترتیب با چشم باز به قصر میریم. ولی اطلاعات ما هنوز ناقص رئیس. درسته، ما هنوز محل الماسو نمیدونیم کجاست. حق با شماست، ما باید کاملا گوش به زنگ باشیم و به هر ترتیبی که شده خودمونو به قصد برسونیم و نقشمونو عملی کنیم. گویا فراموش کردید که من هم انسان هستم. چرا یک لحظه را به خودمان واگذار نمی کنید تا آزاد زندگی کنیم؟ قربان، ساعت 9 شب. بله، ساعت 9 شب است. حضرت پرنس باید به خوابگاه تشریف ببرند. ولی من خوابم نمی آید. برنامه حضرت پرنس چه در سفر و چه در حضر سر سوسنی به هم نخواهد خورد. سبحان الله. با خاطری خوش به ایران آمدیم که چند روزی مثل گذشته آزاد در میان مردم کوچه و بازار باشیم. افسوس که همه چیز مثل گذشته از پیش تعیین شده است. شب بخیر پرنده خوشبخت من. خوشت فخری ما آمده. آخرش ما داره فولادزاده رو بیدارش میکنیم. شخصی این فسقله دارم دنبال کلید و چراغ میگردم. خب بگرد چراغ تو اون سرت بخوری. بالاخره ما داره آسمون قرون برای حوارمون میکنیم. انشالله که رفته باشه پیشواز ازرائیل. سلام و بی سلام. ببخشیم فخری خانم جون، آخه ما یواشه که مانه که شما رو زابره نکنیم. نفهمیدم دوزه که میاین و دوزه که میرین که اداره منو ندهین. اما نمیدونی که من چی میگن به من میگن. نیم بده بیه بی حیا لنترو نیبارم بکنیم. زنجیرشو ببن. زنجیر منو ببندن. کرایتون رو بدین اگه راست بگوید. نبایستا اگه سرعت داری بایش کنیم. آخه خانم به جور بچه هاتون دخلمون نمیشم جور نبود. خب بس تو هم. سیکشم آزگاریست که میگین دخل
همون جور نیست، شاید تا قیومت هم جور نشد. اون وقت من کرایم و اسکی باید بگیرم از امام رضای قریب. خلاصه امشب یا پول یا گورتون رو گم کنین از این خونه. یا خلوت کنین اون وقت شب سگو از طول اونش بیرون نمیکنن چه برسه به ما. تو سگون بده بی واسه من نمیشون میشی برفریده. وایسا ببینم چیگر در اومده داخل آدم شده. یا کرایتون رو بذارین سر تاخچه یا بزنین بچه بخری خانم جون. خودت که گرفتاری یا ایمارو میدونی باید دست مطالب بوده بدیم هرجشو که من کارت خوردم رو رست ریس کنیم یکی مانو بس خبست خبست من پشت دستم رو داغ کردم که دیگه گول جز و وزای شما رو نخورم. یا کرایتون رو بذارین سر تاخچه یا گولتون رو گم کنین. شما فهمیدم اختیاری و چاردیواری. بله بله سرتق کیس سفید تو رو موای میسی تو رو فخر خانم. بله خداوندی خدا روزگارتون رو سیاه میکنم. کاری میکنم کارستون هر بار میکشم آرز میشم هر دو باید خواب بیدار میکنم. آهای آدانی خیلی خوشمان نمیآید. قربان در این قصر هفت اتاق خواب دیگر هم مهیاست. حضرت پرنس در انتخاب هر یک از آنها مختارم. متشکرم. مرا تنها بگذارید. مایل هستیم کمی مطالعه کنیم. برای مطالعه فقط یک کجای سبه محل حالا وقت دلی دلی کیدنه. راسه چه میزنه؟ ما هر وقت روزانه گذاشتی رو صفه گلماف تو ما رو زدی. او گردش دنیا میخوان من براموش آبارمان. خوب بود خدا به جای آجه اما رو گاف به دنیا میابا. ابرام آورده کافی خفه پشرم چشما دارم چالش گاوی رو شنیدی که بوش بوش سرخونجشتی موش داریم. حالا که گوش نیست تو میخوای آبگوش موش بنا به ما بردیم. ایسا میخوام به کیت به آقا موششی کمی حتیتا داریم. میندازیم تو شو ما رو هیچت موش داریم و شب موش داریم خدایا شکرت. بیا این مال تو این مال تو اینم مال تو. شکرت ای روزی رسون که روزی ما رو رسوندی حسابی هم رسوندی.
حالا نرخص با نصف شب برخص تو رو خود نگاش کن خاک بر اون سرت من اینطور که تو میرخص من چندشم میشه یک کن بیاد بینم صورت حساب دیدم من چه یک کن صورت حساب گفتم بیش بیدم نمیشه تو ببینی این تر کفن کرده نمیشه من خودم باز بدم خودم بعدم بیداشم بعدم موشه 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 چی میشه؟ همه نکن که بو ببارم شد میگی؟ باید یه بیداره جمع شد چیزی گم کردی؟ دارن دنبالش میگردن دنبال چی؟ دنبال موشه دیگه موشه؟ یعنی دنبال پوله آره نک کردم عقبت میرسه آره موشه؟ موشه؟ تو کدوم سلاخی رفتی؟ ها؟ با با نفهمیدم چی کار میکنن آقا دادم موش بگیم حضرت آقا موشه موش کن که داشت نکردی بودو بگن دیگه بودو بگن پیدا بگردم مگه با احمد کردی مخب مثل اینکه موشه موش شدی رفته تو سلاخ آه این سه سوخته کیه؟ حتما چپونم نه بابا کاکاسی ها انگار خونه خالش تخت خوابیده خالش کنیم آقا یه چپون جمال احمد کمال محمود شما حتی در خواب هم مزاحم من هستید نه من عده نه خوابیدم شعر میخونه حتما بله خونه رو اجایه داده هفت نزم عمل جراحی گوش ببین باکو تو گوشش کردم حالا باکو تو گوشش تو گوشش کن به روح پدرم هر دوی شما را از قصد بیرون خواهم تو نمیده سر شب عروسی داشته اینهو مطربای رو حوزی حرف بزنه کمال احمد جمال محمود چربای گنده گنده میزنه آن از دست شما ها آهای اینا رو بندازید بیرون بوغ نازه مردم از خواب میپرن شما کجا هستید؟ تو موتور تو کی هستی؟ من از فلاج کمان محمود تو کی هستی؟ بگم ابیام حمول احمد برید گام شید نه کی؟ چی شد؟ سرکو نه این آقای 420 رو میبره بهش خونه خونه؟ بابا رو دلت خوشه موشه تو سلاک نمیرم جایو به دنبش میبرد این یارو رو میبره بهش خونه چشم فخری خانم که بهش بیفته میپرسه نفهمیدم خودتون کم بودین این یکی هم آوردن اینجا حوارم کردین این لند هورکی است که نشده دیده اونه اینه اونه گفتم که پسرمومه باباش مرده کلی بهش عرض رزیده پسرمومه شراکا که باباش مرده باشه چه نمرده باشه من کرای خونمو میده پسرمو میده فخری خانم پوستش پوله پس بگو رد کنید ببینم های بخی ببینم های امانی میگه مرده نه خیر هفت و پادشارم خاکیده بخی خانم جو اگه بیدار شا این نودو شای شای گیه میخوابه بلنشه خودت باید بخوابونه به من چه خلاصه کرای من چی تو میگه فخری خانم جون ببین خودم قربونه شکل ماهت میرم قول میدم چی قافتم خودم دو دستی تقدیمت کنم حضرت پرنس بیدار هستن؟ قربان حضرت پرنس بیدار هستن؟ خیلی عجیبه وقتی لحافو برداشتم به جای حضرت پرنس متکا بود یعنی چه عجیبه حتما دیشب حضرت پرنسو باید نگهبانا رو خبر کرد تعمل کنید، عجولانه نباید تصمیم گرفت اگر گم شدن حضرت پرنس به گوش کسی برسد، جرایت رسوایی به بار خواهند آورد پس چه کنیم؟ حتما باید پلیس رو خبر کنیم نه مشکل ترین گره ها با سرانگشت تدبیر باز میشه تنها راه چاره این است که به طور پنهانی حضرت پرنس رو پیدا کنیم We'll be right back.
مدته پاشو از دو جان چون هوا پده پاشو سود بری باید خپچین نوشه چون کنیم همه اگه گشنته اگه تشنته داریم چای بیشتمه سیم در قصر به سلامت کنیم الان یاد با جیغ و داد مادر فولاد داره اینی اهل دل را گری تو از مایی پس به فیما خواب زایوی چشای ما کمال محمود دستور دهید مرا ماساژ دهند چگونه وارد خوابگاه من شدید؟ شما کی هستید؟ منم نازی قشنگی همون مستم نرنگی ببین نازی پسر رو همون قند و اصل رو منم بیام دایشته یو پیشونیم نوشته اگه این عریسه نیستم چو فلفل تود و کیستم ایدم با خوید پاتی کمی هیجا با آتی همون نامون نباتی تو. آخه ما مفلسیم خودمونم فسی سگ آخوی میبندن متشکریم مرسی برنامه جالبی بود دستور میدیم به شما پاداش خیلی خوبی بدن بله بابا جون تو بینم مک تو کی هستی؟ من پرنس علی هستم اگه یه دفعه دیگه از این پای تو پلاها بگن چی میزنم تو مخت آچلو یاد نباشی پلاکنه ما بیغول علک کنی مگه مریضی بچه راستی بگو بینم تو کی هستی من یه ولگرد هستم از قیافه یه سیاه سختت پیداست برد شاغلت من بیکار هستم یو قب بکنن اسمت من علی هستم
سیاه سوخته، مگه حب من خورده که اینقدر من میکنه؟ باشه دیگه پشتونه بابا به جان بنده که زود باشی. یه خروارمو دارم میخریم مال تا یا نه؟ معذرت میخوام خانم زیبایی مثل شما برای چی لباس آقایونو به تن میکنه؟ چون که مردای میدان زبرجات هستن و به ما ناخوناک میزنن. شما آدم های خیلی خوبی هستی. متشکرم. من دلم میخواد بیشتر با شما باشم. ممکن. یا علی بگو تا گیه فاطمه علیه نیفتادیم بعد کجا؟ وای فاطمه علیه شب تا صبح پشت در کیشیک میدادست که نکنه یه فلنگو ببندیم. ببندیم. سلام علیکم. علیکم سلام. صبح شما بخیر. عقبت شما بخیر. مرگی باباتونو تسلیت موگم. ایشالله هرچی خاک اونه نیزه تو سر تو عمر شما باشه. بله. مگه شما دیوانه هستید؟ فخری خانم، فخری خانم، فخری خانم جون، پسرمون یه کمی. آره، یعنی اگه تو هم بابات میمرد میزد به سرت. بابا من؟ آی هوا، پس من این کرایمو از کی بگیرم؟ به خداوند یه خدا، اگه یه دفعه دیگه پاتونه تو این خونه گذاشتی نذاشتی بلای سرتون میارم که مرغای هوا به حال دیگه کنن. مردشون خودتون و پسر آموی اکبریتون رو ببره. قلبت رو ببینم. به خاطر چقدر پول این همه داد و فریاد میکنید؟ الهی قربونتون برم، فقط به خاطر 50 تا دونه اسکناس ناقابل، ناقابل یه تومنی. بفرمایید. قربون اون دستتون برم پسر آموزیون، اگه شما نبودین من کجا؟ میگه من میتونستم حریف این برپریده ها بشم، اونم منی بیزه بون. قربون شکل ماهتون برم الهی. ببینم ناقل ها نکنه جیب زدی. به بام آگه یه شب با فقرا سر کردم واسط خیلی آبخور داره. خب اگه دیگه ما رو نایدی حلالمون کن بزن بریم. البته بعد از پیدا کردن حضرت فرانس پاداش قابل توجهی برای شما منظور خواهد شد. خب مدت عملیات شما چقدر طول خواهد کشید؟ خیلی سریع. لطفاً چند قطعه عکس از حضرت فرانس در اختیار ما بذارین. البته هر چه زودتر حضرت فرانس رو پیدا کنید از استراب و دلواپسی ما بیشتر کاسته اید. مطمئن باشید با همکارانی که دارم حضرت فرانس هر جا که باشد. نشده. نشده. ما به ایشان توضیح دادیم تو دیگه خفه. باز هم نشده. آخه من که عمال نیستم. خیلی دلت بخواد. الان پشت در یه میدون 400 تا جنگ در کلوف سب بایستدن و منتظر یه اشایه من هست. برو خدا رو شکر کن که پارتید ما این و الا من کجا و بی بفاید. آقای خنگ نگاه کن جبه یا این یخته ببرن. آخه اخ جون ببینم این روزا خیلی رو اومدی و بدارم به تخت را تو کم کن. باز ما شاخ ترشیدی اون یارو کیه؟ تو رو سننه. آخه ما یه عمره که به پایت سینه میزنیم. سینه بی سینه. اگه یه دفعه دیگه محیطه مقام بشی همچی شکر هم بزنم تو گوشتی باقا سوستون داری دعوا میکنه بودده ما آقو ببینم دارم مردم بعده. شما همینطور نشستید؟ گفتم پوزی به ما دو نزن دوباره بکر سی کیلو بود آخه کرا سی کیلو بود بگی بینم دختر تو کم نمید سر کن سنگ و اون چشم بندی که نیست چوتا من جون جون معذرت میخوام ممکنه دست خانم بشکنه ده ما خوش کردیم بشکنه جون ولی این بیادبیه که با یه خانم ای خدا بچه ها اینو باش خیال میکنه اینجا اکابره چه ریختی با ما اختلاط میکنه ولی اینجا هرچی باشه نباید وحشیگری کرد بار کش که تو به دست میگیره من که رو نمیدونم یکی دیگه به بشکن جونه به تو میرسه نه نه تو میخوای آبرو برای بچه ها میدونه ببری یه مرد یا رو برو با شاخ به شاخ شد تو تو میگی نرمده بسید ما بره منو طوری که نشدید بی خیالش رگ رد میشه بله رد میشه بود جمعیت خلیش کرد قصر پرنس علی چیه؟ برم
من باید همینجا بمونم. کلک دوایی نکو بعد مشکی. باور کنید دلم خیلی درد. یه قنداق برو بالا، حالت خوب میشه تو همه. پس با این حساب ما باید در پیدا کردن حضرت فرانس منصرف بشیم. آبادان، حضرت فرانس دیشب تا ساعت 12 با نوازندگان دورگرد بودن. خدایا. از 12 به بعد از نوازندگان جدا شدند و تنها به گردش ادامه دادند. خب از بعد آن ما هم بیخبریم، ولی همکارانم تا حضرت پرنس رو پیدا نکنند بر نمی گردند. ببین کجا اومده بهشته. خب یواش یواش بابا جان، جون به جان بابا. هیچ وحشتی نداشته باشه. به عقیده من بهترین راه اینه که دستور بدید تمام شهر رو بگردن، جز این راه دیگه ای وجود نداره. بدون شک حضرت پرنس از تهران خارج نشدن. باور کنید من خیلی خسته شدم. چطوری میری واسه؟ خلاص درد دارم میبینم. نه تصبا نمیری. اگه خواستی ببینی فعلا دستی در که زبی خیلی گرونه. آره جناب خلاص. بلند کن. قول میدم هر جا که باشم پیدا شدم. لطفا یکی دیگه هم بگذارید. از شما میخوام برای پیدا کردن حضرت پرنس تلاش بیشتری بکنید. آهای ببینم. آهای ببینم. وقتی حضرت پرنس تشریف ندارم این همه میوه برای چی؟ خودش ملاقه با فروش گفت به برمان آوردیم دیگه. بفرما قربون شما صرف شده. با تو نه بابا. پس با کی؟ با اون یارو. یارو مخلا کردم با پارو. قربون تو باجه. خواهش میکنم. آبان باد باد به اینجا بلند نه. حضرت پرنس رو؟ نه خیر، سپور محله رو. با مشخصاتی که داده حضرت پرنس شب گذشته به صورت ناشناس در موتور سه‌چرخه‌ای استراحت فرمودن. بعد با صاحبان موتور سه‌چرخه‌ای رفتن. بینم اونا رو تو میشناسی؟ نه آقا جان، یکیشون چاق بود، یکیشون بچه بود، یکیشون هم زن. منتظر است بلایی بخور دیگه. دیاتی هم اگر نخوادی باید بیدیم جلو تنگ. یعنی جلو ابران چه جونه جونه میخوری اینه خانمات درستی؟ بلان بودی اگه بچه های پایین نیستی بچه رو نمیلان بونی بفرما. بخور تا اشتهای مای کوی کرده این چه جویه شبا که دیگه مزه کن خیلی خوشش مون یه دفعه دار بالا نه ترس من دارم به به از این بزن صفا این آب و این بودخونه شیرین کام ما بین انگور دونه دونه حتی که انگور بخورم ما مخوردم زندگانی یک دمه اونم همین دم بشین بشین پیش به فرما حتی که انگور بخورم ما مخوردم زندگانی یک تنه اونم همین در هم خوردن چه حاصل حتی که انگور بخورم ما مخوردم زندگانی یک دمه اونم همین دم حتی که انگور بخورم ما مخوردم زندگانی یک دمه اونم همین دم به عمرم همچین نهاری نخورده بودم. میشه جور آخ که همیشه 20 گرم واله دیگه. معذرت میخوام. خواهش میکنم. این انگار یه چیزش میشه ها. شنفتین چی گفت؟
معذرت میخوام، انگار با یه خانوم طرفه. حضرت پرنس، لطفاً بفرمایید بریم. چی؟ من یه لات آسمون جولم. اگه حضرت پرنس بخوان تقلب کنن، بنده مجبورم بازو... نه، خواهش میکنم. فقط یک دقیقه تحمل کنید. خواهش میکنم. ابراهیم بیا جلو، شامت را بیا جلو، من برم بالا. بپر بالا بری. معذرت میخوام من. باید توضیح بدی. اینا کیان؟ هیچکی. هرچی هیچکی، هیچکی هم نیستن. راستش با من یه خورده حسابی دارن که اومدن تصفیه کنن. بده کارم. البته اگر باشون برم دیگه برگشتنی نیست. چی؟ مگه ما میذاریم؟ آزا خواهش میکنم، صبر کن. آخه اونا کی هستن؟ اینطور که نمیشه. وقتی من دست بکار شدم شما ها معطلش نکنید. باشه؟ جوری جور. خب بفرمایید قربان. متشکرم. تخ ندارم اینقدر دود با نندازیم دلو تو تر میکنی؟ دود میگیدیم باز که قمبرک ساختیم چرا نسازم؟ پس فردا من باز قصه موتوره بده خب بده کجا؟ من میگم نره تو میگی بدوش خب کای میکنیم کوکا 400 وانت موتور گاری توی خراب شده ریخته یه را که بری برگردی میبینی فاتحه دیگه بار رو زمین نیست میگه چی؟ بگه مایده کشی بچه میدونم اگه مخ داشتم که عقلمو دست شماها نمیدادم نفهمیدم اونه توهینم بکنه تعمال مفتتون کو همین دور وراز تو نبینی خیال کردم حسن چشمن یه نگسه بیا این مال توه مال منه چطوره خوشت میاد حالا خیلی خوشگل تر شده جون ما از بس تو این لباس موندم به موت قسم یادم رفته چون جونوری هستم یه زن آره نگاه کن چشات سگ درازیه سوخته بپر نگیرتت یه من کیم؟ یکی مثل شما جواب قانع کننده ای نبود اگر حضرت پرنس را دیده اید پس کجا تشریف دارن؟ عرض کردم با چند نفر لات به ما حمله کردن حضرت و ما را... پرنس با چند نفر لات؟ جسارته ولی اگر ایشان را ببینید نمیشناسید هپک انگور مل میفرمودن هپک انگور؟ من مطمئنم که اشتباهی رخ داده اشتباه؟ با ما زده خورد کردند و بعد با موتور فرار نمودند پس چرا تعقیبش الله کردید؟ سویچ اتومبیل را با خود برده بودند عجیب است میترسم بالاخره کار به افتضاح بکشد کاش کارتای جشن را توزیع نمی کردیم باید به هر قیمتی که شده حضرت پرنس را پیدا کنید حتی با تهدید هم که شده ایشان را به قصد بیاورید نه نه همین که ایشان را دیدید به ما تلفن کنید بله وقتی ما در خدمت حضرت پرنس باشیم حتما به قصد تشریف می آورم سر کار ما که نگفتیم نمیدیم به جون بچه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره این حرفا را به صاحبش بزنیم که اجرا صادر کرده
سعی کن جون پادهی میونی کن نه نه نو خویدم بیام که ما خرد به جون شما از وقت خریده بش افته به خرج حلیم شده خب مال بد بیخریش صاحبش بریم قالو بکنم ببرین بندتون تو دکونه خراب شدهش ببرین و جونه ما رو خلاص کنین آده ببرینش دیگه انگار که دیزل 14 چرخه فروخته کرمت خدا که دنیات اول آخرش شده پور اکهه تو نمیری به این ابو تیاره باعث رو به قبله بشین قسط عقب افتادش چقدر؟ 300 چوخ مال سه ماشه جون جفت شد این آهم پاره رو با انداخت 4 تومن آخ که نمیدونی آدم کجاش های کدوم حالو این ابو قرازه رو از تو این قیمت میخرید ایشکی الا ما اونم از زور پسی بود اگه داشته که زور نیورده بود جز ما کی میخرید به این قبله هیشکی الا ما که اونم از زور پسی بود اوقاتی تو طرف نکن خدا خودش میرسونه چه ریخته ای؟ تا بمیری میندازه رو زمین کور خوندی همه اون مثل سگ حسندل جون کندیم بازم هشتمون گرون نامونه خب بلکه یهو انداخت جلو پات برو بابا مگه ما خواهد تکون خورده اگه بخواد کف این گاراژ میتونه از پول سبز کنه آره بفرما کمره بسون همش شده اسکی پسر راست میگی اسکی همش هم صدی ابی اسکی مانده این از خواهیم اسکی هم رسید بابا داشتنی دمی کرد خوش پولامو بده بده به من بشمارم من خودم تو باکی بوهی کار میکردم بیکو بچه تو نمیدونی بچه کافیه شبه بونم نیومد بچه بخی بخی تو بیرونی این بستشم زیادیه خوش جان بریم خوب نه بدش میدم بدم تو اینه رو انداختاره اگه من اینقدر پول تو جیبم بود که خودتی یعنی نیتت اینقدر پاش بود که تا گفتی خودم حواله کردم به پول مفت جاتی کای کایی هم میخونه بگم بابا بابا جون برم بابا جون برم بابا جون برم بابا بعدشم بابا جون بیارزید چطور نتونستیم بفهمین که پرنس به خاطر چی از قصد بیرون نمیاد بلکه از موضوع بویی بردن خفه شد پرنس نمیتونه تو قصد بمونه چون آدم معمولی که نیست پس باید اتفاقی افتاده باشه که ما از اون بیخبریم درسته؟ و این بیخبری فقط مربوط به چلمنی شماست غیر از اینه؟ ولی رئیس ما تو اونجا که خفه الو من شماره دوباره ایست کار دارم با تو کار دارم عزیزم بله رئیس امشب در قصد جشن بزرگی ترتیب دادن مطمئن هستی؟ رئیس خودم کارت های دعوتو که پخش میکردن دیدم آها یکی از اون کارت رو تهیه کن تو از روی اون کارت به تعداد نفرات کارت چاپ میکن بله رئیس و تو 5 زن خوشگل پیدا میکنی و تو ترتیب لباس های شبو میدی اطاعت رئیس بنابراین امشب به پرنس افتخار بزرگی میدیم پس امشب جشن ما عزیزم نه پرنس دستی قلبم و رفتی خب بچه ها بخوریم به سلامتی آشتی کنون ما خوابه باز که تو قلنج کردی در بونای جهنم سرد شد تو سر دارم سر بشکنم چجوری؟ بیان بهتون بگم بیان یعنی کلک مرخبی اره؟ فایده نداره باید حلقه محاصره رو تنگ کرد بسیار نقشمون به هم خورد حسابی افتادیم تو تله حالا چرا به من میگه؟ فکر میکنه من آدم هم موش موشک با سبور و آسیب یا به گل به شاخت نزنه بپا که چیزی نشکنه خوش خوشک خوش خوشک دور و ورا به پا بیا همون که ریشش یه منه همش نگاش پیش منه برو پس نیا پیش نیا پیش برو پس نیا پیش میترسم
کی گفته بنده مستم، نگاهی به این ور نگاهی به اون ور، عجب وضع شلوغی عجب شیپور و بوری، به قدش نگاه کن ببین این قد و قامت، به پا کرده قیامت. خوش موشد خوش موشد، آسه برو آسه بیا، به گل به شاهد نزنه، به پاک چیزی نشکنه. قمر در عقربه اوزا مشکل شده کارا، فوری باید در بریم اون پشت رو تماشا بکن، به پردر رو واو کن، هر جوری جیم بشین. موش موشک موش موشک، آسه برو آسه بیا، به گر به شاخت نزنه، به پاک چیزی نشکنه. در هر 24 ساعت دو سه دقیقه بچه میشه. ما همیشه تو اون دو سه دقیقه هستیم. توضیح شده وقتی حضرت پرنس تشریف ندارن برای برپا نکردن جشن چه عذری پذیرفته است؟ نه جشن را میتوانیم نگیریم و نه قادر هستیم آن را بدون حضرت پرنس برگزار کنیم. ای کاش در کافه به حضرت پرنس عرض میکردید که دچار چه درد سری شدیم. به مقدسات عالم دارم دیوانه میشوم، در مملکت و غربت واقعا چه خاکی باید به سرم بریزم. کاهو کاهوی که دستور فرموده بودین حاضر قرار کاهو فعلا برا گم شو.
چشم. برای کس نبینم. چشم گربه. هزار کار واجب تر از شکم هست. گفتم برو گم شو. چشم. گفتم برگرد. چشم گربه. به چرخ ببینم. به چرخ هم. چشم. آیا با من دو مرتبه معلوم هست نیتتون از این کار چیست؟ آفرین به شجاعتت. پس از این لحظه شما حضرت پرنس علی هستید. پس منو بگیرین. اینم کارتای دعوت. لباسه کجا؟ حاضر دایی. زنه کجا؟ منتظر دستون. بسیار خوب بچه. پس امشب ساعت 12 بزرگترین سرقت سالو انجام میدین. و حالا یک بار دیگه وظیفه خودتون رو بازگو کنید که اشتباهی پیش نیاد. دو دقیقه مونده به 12 من کنار پرنس میستم. در همون موقع من سیمای تلفن رو قطع میکنم. رأس ساعت 12 فیوز برق رو میکشم. همین که چراغا خاموش شد اتومبیل شما جلوی قصر آماده است. و من بزرگترین الماس دنیا رو برای تو هدیه میارم. این کلاه که برای سر من گشاد هست. اوه عجیبه. به فکر همه چیز بودیم به جز کلاه. همینطورم خوبه. نه من اونها رو میبینم نه اونها من را. یه کلاه دیگه. فوراً یه کلاه دیگه بیارید. آخه دلم باز شد. ببینم. اون چرا که به تو یاد دادیم بی کم و کاس میتوانی انجام بدهی؟ حکمن. چه فرمایش میبرم این قربان؟ مطمئن هستی که اشتباهی رخ نمیده؟ بگو ورود حضرت پرنس رو اعلام کنند. حضرت پرنس علی. اول شما باید بفرمایید. آخه همیشه شما اول میفرمایید. اول تو باید بری. لبخند بزن خودتون نباز. برو جلو. ده برو جلو دیگه. بفرماییدم لبخند سفارشی دو قبضه. نترسم دارن عکس میگیرن. ده پس یه عکس یادگاریه دیگه. بعده بی کنار. آخه ما دیگه کی میتونیم حضرت پرنس بشیم؟ ببینم مرا میشناسی؟ عالی جناب چیست که شما رو نشناسی؟ اینجای آدم دروغگو. مقام شما مثل آفتاب روشنه. خاموششون لفتش نده دیگه. ببینم وضع مالی چطوره؟ داری 2300 چون کار ما را بنداده؟ اختیار داریم قربان. اجازه بدید عالی جناب شوخی میفرماید. بله. آره تو نمیری. از قصد دارم میمیرم. شوخی میفرمایم. ساکت. مرسی. تشکر. ممنون است. تعظیم. تکریم. تو دیگه تعظیم نکن دیوونه. بسه. من بس میکنم. اینا بس نمیکنم. عالی جناب باید جلوس بفرمایید. فلوس؟ من فلوس میل ندارم. تمرک. زیاد حرف بزن. اوه اگه حرف بزنین لباسامو در میارم. اجازه میفرمایین برنامه رو شروع کنیم؟ آره خیلی زیدو کوره. شلوغش کنیم. میان میان. مثل گوسفند سنگ سری پرواره. قربان چه تیموز آره. خرج امشبون در اومده. بده من آخر روزی نکن. جبومی آمده زن را زده بود. بش بابا بخورم. مگه مرض داری قمر وزیر؟ قربان نطق مبارک آماده است. بدهید خود مبارک کوف کند.
قهر نکن، نطق رو باید خون نخورد احمق. اونا که فوت آبم، ما آخرش حالیمون نشد، عالی جنابیم یا قربانیم یا احمق. شما سرور ما هستید قربان، مواظب باش نطق رو درست بخونیم. مهمانان گرامی، توجه بفرمایین، اکنون حضرت پرنس علی شمه درباره کشور بیانکا، سرزمینی که به تازگی در اثر کاردانی و لیاقت حضرتشان به استقلال رسیده است، صحبت می‌فرمایند. بفرمایید قربان. متشکرم مادمواده. ببخشید که سرفه فرمودم. چی؟ آهای زنها و مردها، با شما ده کی نطق ما رو وارونه نوشته هم؟ بگو خانم ها و آقایان. چرا داد میزنی؟ آخه سالان گله گشاده. معطل نکن، بخون. زنها و مردها، بله، بروید بیانکا تا با چشم خودتون این سرزمین زیبا و جالب رو ببینید. بابا بخ 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 آفرین، صد آفرین، بازم تعریف کن. پس بخ بخ، چه سرزمینی، نه آب داره نه آبادونی، نه گلبن مسلمونی، آدمو درسته میخوره، اونم خام خام، نه پخته. درست میگم یا نه؟ افتادم رو خط. تعریف کن. تعریف، تعریف، کمان احمق، گفتم تعریف کن نه تکذیب. خب خانم ها و آقایان، در عوض توی بیانکا مردم خیلی با هم مهربون و صمیمی هستن. چطوره؟ خوبی شد حرفی. خیلی خوب. بازم تعریف کن، از همینا بگو. واسه همینم هست که سر همدیگر رو مثل دستی گل پخ پخ میبرن و میندازن رو سینه آدم. شهر هرته، نه نون داره و نه آب. از همه مهمتر این که برقش هیچ وقت مثل برق ما خاموش نمیشه. ای گفتین چرا؟ را؟ واسه این که اصلا برق نداره دیگه. چرا جنابانی رو بهش میگره؟ چرا بیارید؟ خود باشید، چرا بیارید؟ خود باشید، عجیبه، چرا برق خاموش شد؟ الحمدلله که روشن شد، اما حضرت پرنس تشریف ندارن. بله، خوب آبروریزی کرد، مقصر توی. سب کنید، خانم ها و آقایان، حضرت پرنس برای استراحت تشریف بردن، جشن ادامه داره. من کسی هستم که امشب پرنس رو دزدیدم. ولی کسی رو که شما دزدیدید خوشبختانه حضرت پرنس نیستم. خود حضرت پرنس هم همینو میگن. اما شما باید بدونید که من بچه نیستم. شما آقاین، آقا دزده. خدا شاهده که من خود حضرت پرنس تشریف ندارم، حالا که باور کنه. دوشکن، من فکر میکنم که حضرت پرنس علی برای شما خیلی ارزش داشته باشن. خب، پس در این صورت معاوضه. معاوضه با الماس گرون قیمت پرنس، موافقید؟ الماس متعلق به حضرت پرنس علی است و ایشان هم فعلا در قصد تشریف ندارن. معلومه، چون فعلا در خدمتشون هستیم. ببخشید آقا جمال، آقا جمال، میبینین منو به چه روزی انداختین؟ به مرگ پدرتون اگه این پرنسی به ما اومد کرده باشه. آقا جمال، آقا جمال، ارواح جدتون اون الماس بیقابلیت بدین، من با قابلیت حد از اینا نجات بدین. خوب ما یه واسط گرفتم ها، گوکلی ما گولی ککگو. گوش کن، 24 ساعت فرصت داری تا درباره پیشنهاد من تصمیم بگیری. من دو مرتبه تلفن میکنم. الو، 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 قد کرد. اینم یه بدبختی تازه. آه چه حضرت پرنس، واقعا باید، آخه چطور در یک چنین موقعیتی ما رو تنها گذاشتن؟ بابا همه رو شکست، قربون تو برم. باکت نباشه، دستت بشکنه وجب، مگه نون نخوردی؟ اگه تو خوردی خودت بنداز. بله خوب، قر میزنه. بگه بدم. بنداز. بچه یه نگه یفتیش. آخه هنگه بشو. مثل که تو از جلدت اومدی بیرون، نه؟ میدونی چیه؟ من با زندگی یه ریخت دیگه آخ شدم. قیل قاله مجون، سر و کله زدم با صابرا، دعوا و فوش و از اینجور حرفا دیگه. اما از وقتی تو آفتابی شدی، آره،
یهو هوایی شدم. مثل چلچله‌ای که هوایی گرم سیر کنه. میخوام از میدون بکنم و برم یه جای دیگه. دلم میخواد نه مثل یه درخت، اما خب لااقل مثل یه علف ریشه تو خاک داشته باشه. مرتفتم که میشی ها؟ تو چی؟ فکر نمی کنی که هوایی شدی؟ والا میدونم هر چی بهت بگم به میخندی. چرا؟ مگه مرز دارم دستت بندازم؟ یا زنگی زنگی یا روم یه روم، بگو چی کاره هستی؟ خونه یه پرش حماله دیگه مگه نه؟ تو به حمالی قبولم داری ها؟ چونم؟ میذارم رو سرم و حلبه حلبه تیرم. حلبه یکم تمامی، تو نخوری ندارم. اومدم، جده دم بیاد. یالا بگیرنشون. بگیرنشون. منو بزنی. بوجو بلا. از این تله خلاصی ندارم. دکی اینو تا بلای سرت نیارم ولت نمیکنم. راستشو بگو ببینم چه کاسه زیر نیم کاسه است که جمع به ساعت میان سراغه. حرف نمیزنی ها؟ دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست، یا آره یا نه. تو چرا یه مرتبه عوض شدی؟ ببین گربه رو واسطم هجده کشت، بی هیچ اشکلی بگو این یاردون قلیا کی هستن. خب منم مثل تو. خیلی خوب، حالا که تو نمیدونی منم نمیدونم و هیچ تنبنده ای هم نمیدونه، پس اشکال ما رو فقط فتوای ابی و اسیال میکنه. و اینک جلسه فتوا دادن ما تشکیل میشود. تو این جلسه خیالتون تخت باشد که ما میتوانیم حق را ناحق کنیم. البته بالعکسش هم از امان برمی آید و راجی بست. اگر دن مرشد را ببینید کارها بر وفق مراد است. خب متهم از جای خود برخیزد. هیکلش برانداز شد بنشیند. انقدر چپق نکش بچه ولی تنفس اعلام بکنم. فکر فامیلی تو خیلی خلاصه تو دو سه صفحه قره بگو. و جده اسمشی که بلدیم فک و فامیلم چون نداری اخیش میگذاری. اعتراض دارم. وارد نیست برای اینکه پابلانه دویدی تو خفنه. دوخه چشمات کن. حالا شد این بچه آدم. خب اگه درد دل داری ناله آغاز کن. رخصه جمال تو آق اسی آق ابی جو. خود تو شاهدین که من سر به هوا رو شم جلو دارم نبود بود؟ نبود. به موتون قسم هیچ که جرعت نداشت بهم بگه بالای چشت ابرو داشت. نداشت. اون وقت این وروجه که آب زیر کا نمیدونم با چه لمی قلق ما رو به دست برد که تا اومدیم به جنبیم دیدیم که مبتلا شدیم. آره ملتفت عرایزم که شدین ها؟ یس یعنی بعد؟ یس حالا که مثل پارچه تو آب افتاده واسهش کوتاه اومدیم که واسه بابا جدمون نمیمدیم. آقا داره ساز ناکوک میزنه راست پنجگاه تو مایه یه ابو عطار. ملتفت فرمایشاتم که شدین. بله یعنی یس بله. دو ناشده ده بابا نمیگه چی هستش، نه مغر میاد از کنار از کجا آورده، نه لب تر میکنه این چهار پنج تا آدم کوتاه و بلند از جونش چه میخوان.
اکه اومدیم و پس فردم و شال اومدیم و گفتیم آره تو نام و سالمونا نباس بفهمیم با کی طرفی؟ چرا؟ آقا کی هستن و چی کارن؟ چرا؟ از رفقای هم میدونیم تقاضا مندم به درد دل چاکرشون رسیدگی بفرمان اگه پتره ریخ رو آب که در بس نوکرشیم اگرم نریخ که فاتحه اون وقت ما هم میمونیم و دل بیساب موندمون که میندازیمش جلوی سگ و خلاص این کل اختلاط ما بود حالا بسته به کرم خودتون که چه ریختی فتوا بده خب حالا داداش علی میتواند یک چیزهای بلغور نماید وجده سعیوهای خودم گوشی دستتونه که ما داشتی یا تیغ زدیم که زبونش باشیم اما چون بچه پایین هستیم ازمون بر نمیاد که نالوتی گری کنیم و حق و ناحق کنیم اینه که بدون نر و ماده و تفسده و اله و بله و چگندگ گندله فتوا میدیم یک اولا دش چون دش علی پا پیش گوشته باز تا ته خط پیش بره یعنی تا ایال مبایرک با دو ایشالا مبایرک با دو دو بومندش باز یک کپوس کرده دستش یو کنه اگه نالوتی جایی کرد از همینجا با یه آیدن یو به قبل سه سومندش با سریال جیمز باند لو بده ما رو از دست دینگو و مینگو و جینگو و دینگو و بینگو خلاصه بود بکنه چهار رومندش خیلی ببخشینا ما اپولی که گیفتیم خیلی بیشتری میزنیم با اجازه ختم میشیم آرام داشلی مینالی یه اردنگیت کنیم هم بلند شو از خودت دفاع کن آخم نکنم حالا که اینطور تصمیم گرفتین مجبورم حرفی رو که نباید گفته بشه بگم تا باور کنین که من نازی رو دوست دارم اگه چنین تصمیمی در بارم نمی گرفتین هیچ وقت این رازو فاش نمی کردم چون که می ترسم اگه بفهمین من کی هستم دیگه نتونیم مثل گذشته با هم دوست باشین نه ترس من این تو کی هستی؟ خایزده آسمون قیومبه؟ وکیل مدافع لطفاً خفه تازه هر کی باشی زیر سایه خودمون بزرگت میکنیم بچه رو لال شدی ده جون بکن بگو کی هستی؟ من یه دوست هستم دوست من نمیدونم این پنشت من این نیست حالا که محبت و صفای شما رو دیدم میدونم که یه جا هست که اگه نه مثل یه درخت ولی لااقل مثل یه علف میشه ریشه به خاک داشت قول میدم که دیگه دزدی نکنم توبه ای گرک مرکه قسم میخورم که دیگه هیچ وقت دزدی نکنم خدایا کمکم کن که دیگه هیچ وقت قسمم رو نشکنم الهی خدایا تو رو به بزرگی قسم رو میدهم که این ابرام آقا فشتخ کلو چه آمین یا رب خوشحالی که قسم خوردم دیگه دزدی نکنم حالا که قسم خوردم دیگه دزدی نکنم با پروه تحجیبم چیکار کنم بگیم توب ببندیم نه من دلم میخواد امشبو به خاطر من طوری بگذرونیم که اگه از زندان آزاد نشدم همیشه به یاد من باشیم آخه این مرد بخوری دو دفعه من فجر میشه خواه نخور جانه من تناب مفته ملاحظه بفرم بازش کن باشه جان تو چیزی میبینیم میبینیم فقط دارم میخوری کپ صابونه هی ببین اون داره باش باید بریم از نزدیک پس بگیم ناسخان بشیم بریم نگاشون کن خب سیگارمون کو ما سیگار میکشیم که همیشه بتونیم دود کنیم یه شب که هزار شب نمیشه
بچه پاقا پاق جونم گازیلیه گازیلی. دوست داری دیگه میدون نریم با کسی دعوا نکنیم و حرفای بد بد نزنیم؟ واسم داری للهی میگی؟ نه حرف دلم رو میزنم. تو یه جوری حرف میزنی که انگار همه چی تو آسینه تو. جون ما این شب آخر رو با این حرفای خوشگل خوشگلت خراب نکن. بینداز تو خندق بلا دیال. فدات میشم حالا که کلم گرمی راست پوسکنده بهت بگم که خیلی خاطرتو میخوام. زندون چیه؟ آسمون هفتم که بری به قول دشبرام با آچولو یازده میام دنبالی. بازم یک نفر را به اسم من آن هم در یک ضیافت بزرگ معرفی میکنید تا این افتضاح عجیب برپا بشه؟ عالی جناب پرخاش نفرمایین، اگه فوراً به قصد تشریف نیاورین جان یه نفر از دست خواهد رفت. نمیفهمم به خاطر چی؟ فقط به اطلاع میرسانم شخصی را که میخواهن بکشن به جای شما دزدیده. من جلوی کابره منتظر میمانم، آنها گوشزد کنید که با من مثل شخص ساده ای رفتار کنن. شب بخیر. حالا که حیقه بونه خوش اومدی. این چه کاره بریم یه کافل سال مستقیم. خوش اومدی. چیونه چی شد؟ اینه او که دارم خواب میبینم. خدا میدونه که چه وقت از خواب میپرم و میبینم. آشباز همون آشوکاسه. نگفتم تقش در اومد. هرچی خوشی کردیم از دماغمون اومد بیرون. اومدن ببرن. تو اینطور خواستی؟ چشم به هم بزنی تمومه. گفتنش آسونی اما طاقت میخواد آدم بتونه تحمل کنه. با بچه ها میاییم ملاقاتی خرت و خورد. اگرم تونستیم پول پلهی دست و پا میکنیم، بلکه زندم تو خریدی. خب خدا حافظ بچه ها. خدا حافظ داشتم. خدا پشت و پناهت. برو به سلامت. یعنی بازم میتونم ببینمت؟ این مدتی که با شما بودم جزو شیرین ترین روزهای عمرم به حساب میذارم. هیچ وقت فراموشتون نمی کنم. نمیتونم ببینم که داری از من دور میشی. اینو به عنوان یادگاری از من قبول کن. ممکن دیگه چشممون به چشم هم نیفته. مال دوزی که نیست. مال مادرمه بدلی. هر وقت ببینیش یاد من میافتی.
لاغل میخواستید مهمانی را یک شب به تاخیر بیاندازید. ممکن نبود علی جناب، چون کارتا را توضیح کرده بودیم. پس لاغل میخواستید الماس را داده جانان بیچاره را نجات دهید. قربان، اجازه نداشتیم بدون امر حضرت پرنس تصمیمی بگیریم. به هر جهت هر وقت تلفن کردند فوراً به من اطلاع دهید. تنهایم بگذارید. شما قربان، از ماجرایی که بین ما به وجود آمد متاسف هستیم. دستور دادیم به شما پاداش چشمگیری بدهند. در ضمن با شما کار کوچکی داشتیم. امر بفرمایید قربان. آن دو مرد را که با من بودند به یاد دارید؟ بله قربان. آنها را چشم بسته به قصر بیاورید. نهلت بونگوزک پادلی که مایل هم انداختی تو هنجر. سام را بیافتیم. چشم آقای شپایی، به اون جون لبه گلاد رفیق ما دلدوله. ما اصلا دستمون کش نیست. دیگاه کنین جفتش مو نمیزنه. ساکه بیان. چشم بای چشم یلا منو کجا ببرید؟ من بچه‌ام، فقط 3 سالمه. میخوای نشون بدم شناسنامه‌مو؟ چشماشونو ببندید. ابراهیم جان. جان دیگه چرا چشمامونو ببندن؟ جان من میخوام تیبایون رو بکنن. چرا اینجوری میشم من؟ داده موی مویم میشه خودشونم. کیه آب بزنه به من؟ نکنه میخوام سرمو ببندم؟ ابرام جای تیرا چرا درد نمی کنه؟ منم درد نمی کنه، نمیدونم چرا. اوخ گوشت. آی جنس لطیف خدا جون. جنس لطیف جون حتما اینجا به هست. نوهی قربونه شم. یارو دیگه کیه؟ نمیدونم، حتما رئیس بهشته. هر کی هست من کفششو پاک میکنم که یه دوزاری ازش بگیرم واسه تلفن خوبه. کش پیش کش پیش کش میش کش میش. ما هم اینجایی بیون گوزک پاد نهلد. این دنیا هم اومدی حقه سوار کردی؟ لطفا توضیح بدید. آنچه میبینید در بیداریست و در این دنیاست. باز مثل مطبای یوهوزی حرف زد. میخواهی لطف بدهیم و بگوییم که پیش من کارگر بودی؟ ابرام چه دستم؟ حتما خوشش اومده. از تو؟ نه از تو. خو خیت کاشتیم. آره اونم چه خیتی؟ با دم شیر کردیم بازی. نازی کجاست؟ بای من وقتی شما فیلنگو بسی یعنی تشریفتون رو بایدین اون تب کرده. بله قربان. تب؟ تبه عشق، تبه که اون در سواله. قربان با قصد تماس گرفتن. ابراهیم با قصد تماس گرفتن. الان رو میزنن. مطمئن باشید در ساعت مقرر با الماس پیش شما خواهیم بود. اتومبیل. عالی جناب میخواهند تنها تشریف ببرن؟ شرط آنها همین است، وگرنه مرد بیچاره را خواهند کشت. ولی قربان خدایی نکرده ممکن است آسیبی. نگران نباشید. الماس را فراموش کرد. ایس، هنوز نوبت پخت ما نشده، برو تو. جلوشو بگیریم، نذاریم فرار کنه، بگیر! من گناهی ندارم، اینجا ببینم؟ دست نگه دارید. سلام عرض میکنم قربان. سلام. فوراً پلیس رو در جریان بگذارید.
اطاعت قربان. ما هم نوکرتیم، چاکیتیم، گلابتیم. منم آمادم قربان برای فداکاری. ما همیشه با هم دوست خواهیم بود. متشکرم. کار کوچکی با شما داشتم. بفرمایید. درباره نظیم. چه خبر؟ ملاقاتش کردین؟ کاش قلم پاهمون شکسته بود و نمیرم. تو ببین. واسه اینجا موجش باز شد. این گردن بند دوزیه. به خاطر همین انداختنش تو هول افتونی. این که قیمتی نداره. قیمتی نداره. مک 200,000 چوغ میایزه. 200,000 تومن. گفتش که مال مادرمی. همه شیشه است. چاخان گفته مای پرنس بیانکاد. پرنس بیانکاد. آره. پرنس بیانکاد. پس تا آخر عمرش باز آب خنک بخوره. بهتره ما. ما با این گردن بند میتونیم کل کاسه بکنیم. نه. نه چیه؟ میتونیم با پولش 200 وانت بخریم. گفتم نه. باید دلیل از زندون آزاد کنی. آخه چه ریختی؟ چه ریختی؟ وقتی گردن بندو به صاحبش بدیم حتما آزادش میکنه. دختر کل اولاغ شیطون پیاده شو. بابا جان شانس یه دفعه در خونه آدابا میزنه. وجب یاس میگه. حالا ما شدیم وجب. شانس من علیه، نه این گردن بند. کسی که به خاطر شما به زندون افتاده چند کلمه با تو صحبت کنم که روشن بشی. نره کدام دوست؟ علی دوست آقا. به خاطر ما دیگه آقا. آخه ما خاطر خواهی هم دیگه ایم. اگه شما عاشق شده باشین ملتفت میشین که درد افته. اما به خاطر علی حاضرم دستای شما حتی پای شما رو ماچ کنم تا از گناه علی بگذاریم. چون به درجه عشق تو آگاه شدیم از گناه علی گذشتیم. قربون شما. دروغگو. اینجا هم کلک سوار کردی؟ به هیچ چیز تو نمیشه اطمینان کرد. سقه تو از دروغ برداشتن چه باربر باشی چه برنس. قبول کن که نمیتونستم همه چیزو بهت بگم. اما میتونستی گولم نزنی. میتونستی لاغل منو پابند خودت نکنی. پابند؟ من تو رو دوست دارم. دوست داری؟ دیگه گولتو نمیخورم. تو که با یه اشارت 50 زن واسه کله ملق میزنن منو میخوای چیکار؟ کلفتت بشم یه کنیز دست به سینه؟ بگی! سلام علیکم. سلام. چاچه‌یم قربان. سلام. پس نازی کش. نازی علی رو دوست داره. علی؟ نه پرنس علی. بیکاری؟ نه دارم آب تو اونشق میکنم. خب حالا بلند شو بنام بره. یو علی هشت اومده. یالگوش شدی. آدم بعد بیار از همه چی بد میاری. از رفیق از خب دیگه بعد او بردیم، حالا چیکار کنیم؟ یا روزی نشون، علی بدش ماما، بدش ماما. آخرش تو این لباس پیر میشه. دلت نمیخواد شیرنی عروشیده به ما بدی؟ فکر نون کن که خربوزه آبه. تازه کمک. دست رو هر کی میذاری میبینی یه جور لنگه. یکی فلزش خرابه. یکی دست به چاخانش خوبه. یکی هم عشقم عشقا. علی! فکر میکردم بازم از من فرار میکنی. من کی از این دوزه فرار کردم حضرت پرنس؟ متشکرم بانوی اول کشور بیانکا. بیانکا
بدو ایشالا بابا یک بدو مردم کشور ما چه استقبال باشکوهی از عروس بیانکا خواهد کرد چون از ما سویچه مطرم شیرینی عروسی گرد گر حق مبارک کنه انشالله دیگه که همالی میکنه ما باربریم مجبوری چپق بگ دوستی تو هم مگه مجبوری کجوری کنی؟ ای وای رفتم رفتم